سلام سلام دوستای نازنین، علاقمندای برنامه، خدا کنه که همگی خوب و سلامت باشین. خوش آمدین در یک ولاگ جدید. معصومه اکرمی هستم، با یک برنامه جدید در خدمت شما قرار گرفتم. دو روز گذشته میخواستم برنامه ثبت کنم، از شانس بعد من که اولادا مریض شدن و کودکستان نرفتن، کارم زیادتر شد، زیادتر گفتم توجه کنم با اونا که اونا زودتر بخیر خوب شون، و در دو روز درگیر اونا بودم و امروز هم کودکستان نرفتن. گفتم یک روز دیگه هم بیشتر استراحت کنن که کاملا حالشان خوب شوه. و یک ویروس جدید آمده شبیه آنفولانزا هست که زیادتر کسا را گرفته. انشالله که هر کسی را که گرفته زودتر و هرچه سریعتر بخیر خوب شون، شفایاب شون. امروز دیگه ناوقتم شده، کوشش میکنم که برنامه امشب نشر شود. تاریخ 24 اپریل هست، روز چهارشنبه، 8:30 بجام جلسه دارم و امروز میخوایم که خریدایی که کرده بودم اینترنتی رسیده اونا رو بر شما نشان بتم و در ادامه کپ کیک میخوایم تیار کنم و فریزش کنم، چون که اولادای ما و شوهرم فوق العاده آدمای شیرینی خور دسر خور هستن و در دورانی که طفل به دنیا میآید بخیر یک چیزی شیرینی در خانه باشه که بتونن بخورن در میان وعده ها. و همچنان اگه یک کسی پرسان ما آمد مثلا، که فکر نمی کنم چون در این شهر قدر من کسی رو نمیشناسم، حالا اگر یک کسی از رای دور آمد یا از رای نزدیک آمد، یک چیزی در کنار چای باشه که در پیش روی مهمان بانام، به خاطر از اینکه خب خدا شکر اینجا خارج است، ملک یافت است، دیگه خوب نیست یک چای خالی را آدم پیش روی یک مهمان بیاره. از اون خاطر من رفتم در بازار از این ظرفا خریدم که داخل اینا میخوایم که کپکیک پر کنم، احتمالاً که داخل این پرش کنم، یک دونه ازمی که پر کنم فکر میکنم کافی است. دیگه سوداهایش که کار داشتم خریدم، مثل ماس و این چیزا که بعدا براتون میگم، اینا میره که پر کنم بس است انشالله. و اینی گلدان مقبول خریدم، سعی کنم چه خوشگل مقبول است، میرم خوشم آمد خریدم بر سر میز. و یک تا از این ظرفا خریدم، اینا برای ظرف ماس است در حقیقت، اما میشه که شما شاید داخلش یک غذای رژیمی جور کنین و سرش بسته کنین، صبح مثل صبحانه نوش جان کنین. میام یک چیز خیلی خوب است. و چیزایی را که سفارش داده بودم به خاطر جشن تعیین جنسیت، اونا هم رسیده، از سایت تمو سفارش داده بودم، سایت چینایی، و خدا شکر که رسیده. دیگه 4 روز تا جشن تعیین جنسیت مانده بخیر. این شنبه برنامه رو ثبت میکنیم، یک شنبه احتمالا انشالله بخیر شما ببینین. یک تا از این تابلوها خریدم، این تابلوی دونت است، بالاش هم دونت نوشته کده، اینجا چوبکا داره که در اینجاها وصل میشه و دونت دسرش میمانی، مثل یک تابلوی دکوری است دیگه، که ایران به خاطر دکوریشن میز تعیین جنسیت سفارش داده بودم. و از این جعبه های چارگوش که اینا باز میشه، چارگوش میشه، و حرف بیبی را سفارش دادم که داخلش باز پقانه مانده میشه، اینطوری روی همدیگه قرار میگیره، این هم خیلی مقبول است. یک تا از این سفارش دادم. دیگه گلاس بچه یا دختر، boy or girl. دیگه کیک هم رفتم سفارش دادم دیروز، روز شنبه 12 بجه تحویل میگیریم بخیر. دیگه پقانه های فیروزه‌ای و گلابی که آبی به معنای بچه یا پسر و گلابی به معنای دختر. و همی فوقانش که ایره باز بخیر پوف میکنیم همراه گاز هیلیوم، و داخلش اگه دختر بود گلابی باید پرشه، اگه بچه بود آبی باید پرشه. باز مادر پدر رو قد سوزن پاره میکنه، هر کدامش که آمد بیرون، یعنی که طفل اونمو جنسیت است. دیگه بخیر 4 روز مانده، دیگه چیزی نمانده، ای خلاص شد. و ای هم که پقانه های اضافه تر است بر رنگ گلابی اینا گرفتم، و او رینگی را که ما در تولد یاسمین خریده بودم، او بیش از حد کلانه، 250 سانتی بود. امروز من گفتم که برو از فروشگاه یک تا خورتر شبیه 2 متر شبیه که تا سقف نرسه یک ذره پایین تر باشه. او را هم بر من زنگ زد امروز که خریده، دیگه کل چیز تیار آماده است بخیر. گاز هلیوم هم سفارش داده بودم، گاز هلیوم در افغانستان که پخانه هوایی را که پر میکرد که توری در هوا ایستاد میشد، او است، او را هم سفارش دادیم بخیر. دیگه آمده رسیده، او را هم تحویل گرفتم از پست، و لباس های ما تیار است، کل چیز دیگه آماده است.
فقط منتظرم که روز شنبه شه عمر جان در خانه باشه بیکار باشه و بخیر برنامه را هر چه زودتر ثبت کنیم. مهمان دعوت نکردم به خاطری که دیگه کس نیست که دعوت کنم و را دور کس نمی آید و ای که خودم هم نمیتونم دیگه آشپزی کنم. دیگه من خودم هم امروز اولین روز از ماه نهم بارداریم هستم و دیگه تا بالا شدن دیگه به شدت سخت شده. اینا رو پس داخل خلطه فعلا بانم هم تمانت تا بعدن. امروز دیگه بخیر این کپکیک پخته کنیم. در شب خدا رو شکر غذا دارم و اینا که یخ شد باز فریز کنیم. هر چیزی رو که شما فکرش کنین فریز کردن میتونین و خراب نمیشه به هیچ وجه و هر وقتی که خواستید مثلا کپکیک استفاده کنین نیم ساعت یک ساعت زودتر از فریزر بکشین در فضای آشپزخانه بانین مثل روز اولش تازه و خوشمزه میمونه. حتما شما هم اگه یک محفلی دارین، اگه زایمانتون نزدیک است نیاز دارین، میتونین که به این طریقه آماده کنین، پیش از پیش نگهداری کنین. ما برم موادای کپکیک تیار کنیم با هم دیگه شروع کنیم به پخته کردن. خب دوستای نازنین، موادی را که شما به تصویر میبینین برای کپکیک، یک کپکیکی که خیلی خوب تهیه شوه، همین است. خیلی ساده. اول از همه باید قبل از اینکه کار شروع کنین داش روشن کنین. بالا و پایینم من به درجه 250 روشن کردم ماندیم که تا کارایم خلاص میشه مواد جور میکنم داش خوب سعی گرم شوه. بعد از دو یک تا از این قالبا لازم داریم که کور کپکیک میچینیم تیار آماده پیش دست خود میمونیم. دو تا گلاس برای پیمانه کردن لازم داریم، یکی با مواد تر یکی با مواد خشک. امروز من میخوایم با مقدار زیاد پخته کنم، شاید دو دفعه خمیرش جور کنم. در هر دفعه خمیر 4 تا تخم اضافه کنین. تخمایتون اگه درشت هسته، اگه خرد هسته تا 6 تا را اضافه کنین و بیکینگ پودر یا پودر کیک و ونیل، گلاب، ماس. ماس هم شاید پرسان کنین که چه قسم ماس باشه. ماسی باشه که چربیش زیاد باشه و همین ماس ها یک در دوکان از دیگه لیدل ویلیس. من این ماس خریدیم از لیدل، 10% چربی داره. روغن مایه به مقدار ضرورت و همچنان آرد. آرد من خلطش پاره شد، از او خاطر ده پلاستیک گره زدم. اولین کاری که میکنیم، نفسم میسوزه. اولین کاری که میکنیم تخم مرغ رو مایده میکنیم. تخم و ماس باید در فضای آشپزخانه باشه، یعنی وقتی که شما کیک میخواین تیار کنین یک ساعت زودتر از اخچال بکشین که گرم شوه. و در کپکیک من شیر نمیندازم، ماس میندازم، خوبتر میای خمیرش. 3 4 بله 5 از توی 6 کیک for the gender reveal. 7 نه نه برای شما ها میکنم. Really? The gender reveal cake order کردیم. Yeah, I also want to make. اوکی، حالا برین بیرون ازش پس خونه سر صدا نکنین. Okay, bye bye. Oh, it's okay. اوکی، بات ناو استاپ دیگه، ویدیو خراب میشه. و شکر یادم رفت که براتون نشون بدم. شکرم این جسته، شکرم که معلوم دار لازم هست. من 8 تا تخم مرغ مایده کردم به خاطری که به اندازه دو بار در نظر گرفتیم. آله چی میکنیم؟ آله داخل شکر میندازیم. یک گلاس شکر اضافه کردم، یک گلاس دیگه هم باید اضافه کنیم. یه هم گلاس دوم. حالا در سرش به اندازه کافی گلاب اضافه میکنیم که بدبوی تخمه بگیره، در حد یک نیم گلاس.
میتونین اضافه کنین و کمی هم پودر ونیلا یا قاشق میتونین اضافه کنین. قاشق غذاخوری اگه بود نصف قاشق غذاخوری. و اینا رو باید خوب میکس کنیم که رنگش کاملا روشن شود، حجمش دو برابر شود. میکسر برقی باشه خیلی بهتره، کارتون زودتر انجام میشه. وقتی که تا این حد میکس شد رنگش کرمی روشن شد، حدود 5 دقیقه که میکس کنین کافی هست. اینا دسرش روغن اضافه میکنیم، یک گلاس. کسی پرسان کده بود که این جای روغنی را از کجا خریدی؟ این یک دوستم برام تحفه داده، اما او از بیلتما خریده، فروشگاه بیلتما که دستی ویدن است. شما میتونین از اونجا برین بخرین. خب یک گلاس روغن، دو گلاس هم باید ماست بریزیم، چون ده هر 4 دانه تخم مرغ یک گلاس ماست لازم است. اینال ای برای دو دفعه است، باید دو گلاس بریزیم، یک گلاس ماست و یک گلاس دوم. ببینیم که برای ما چند تا کپکیک میته. دیگه کم کم دیگه همین مای آخر است، معلوم نیست که طفل چه وقت میایه. دیگه ما تیاری خود داشته باشیم. این هم گلاس دوم ماست. چیزای اضافه را از پیش دست ما وصول میکنیم که بیروبار نشه. و اینا یک میکس کوچولو میکنم میره. وقتی که کاملا مواد یک دست شد، اینال آرده دسترش اضافه میکنیم. آرده باید از علک تیر کنیم. آردم تقریبا 5 الی 6 گلاس لازم است. دیگه ببینیم که 5 گلاس لازم میشه یا 6 گلاس. هر گلاس علک میکنیم. یک گلاس، یک تای دیگه میندازم، باز میکس میکنم، باز باقیش اضافه میکنم. یک گلاس دوم، و این را یک میکس میکنیم. اول با دور خشک، باز با دور روشن، با دور خاموش و با دور روشن که آردهش میسوسو نپاشه. ده همین حد که میکس شد کافیسته و دورایش یادتون نره دیگه. دو گلاس انداختیم، در یاد خود بگیریم که از پیش ما حسابش اشتباه نشه. اینا دو تای دیگر هم میندازیم. سومی و چهارمی رو بندازیم.
آردم نگفته نمونه که آرد شیرینی پذیست، آرد ترمیده از فروشگاه ویلیز من همیشه میخرم. خب اینم یک میکس میکنیم. خب دمی چهار گلاس اوکی شد دیگه، لازم نیست که دیگه آرد اضافه بندازم. اینال دسرش باید چی بندازیم؟ بیکینگ پودر. یک قاشق، دو قاشق، سه قاشق کافیست. و همراه لیسکی رو یک ذره میکس میکنم. که خوب میکس شوه. نظر آردش دیگه نظر به چیزی که میبینین دیگه چشمی اندازه بگیرین. یک خمیر فوق‌العاده که به دست آمد سعیست دیگه. دیگه یک روز دیگه بخیر ما و شما باید نان خشک پخته کنیم و کمی بسراق. دیگه فریز کردنی ها خلاص میشه. خواهی شد مواد کیک این میقدر باید باشه غلظتش. سعی کنیم روان. خب من اینجا یک صافی بزنم. بله خلا شد دیگه. برو آبجیر بگو اپل میخوری مامان توتا کنه بیاره. برو دیگه. داخل است پر؟ نه خالیه هنوز. خلا آماده نیست هنوز. بگو این جستا چون بگو سلام دوستای عزیز. سلام دوستای عزیز. ساعت قشام دیگه امی هست امی کیک خوره بخانه ما اینه میسته. برو سوجیگر که من ایره پر کنم. ایناله داخل ظرف ما. داخل ظرف ما تو دیگه از پوشم تکرار نکن اصرا جان دیگه. بله Yes. And are you putting it in the freezer? آه پخته که شد فریز میکنم. هر وقت دیگه نینی به دنیا آمد باز بخورین. Okay. When the baby comes out? Yeah. Is it for the baby and us? No, only for you. Baby که خورده نمیتونه. Baby شیر میخوره فقط. Mama, but we are still hungry. I want to give you an apple now. برین بیرون حواسم پرت میشه. بانین که من آشپزی خوب بکنم. اینا لیره که داشت مانو برد یک تا سیب میارم. اوکی؟ آره توتا میکنم میارم بخور. میلان مول. از این دستگاه هایش در بازار هسته که آدم پر کنه. دیگه من تا حالی فرصت نشده که بخرم. شما اگه از او دارین بعد از او پر کنین آسان تره. دیگه ایره دیگه دم تو با صبوری پر میکنین. زیاد پر بیش از حد نکنین که با سر ریزه میکنه. زیاد خالی هم نباشه. دا
داخل از این قالب ها اگه کپکیک پخته کنین با زیاد خوبش میای اندازه هاش کج و وج نمیشه. اگر مثلا کنجد داشتین در خانه میتونین که کنجد هم در سرش بپاشونین. من دارم مگم نمیپاشونم. خب دوستایی رو من پر کردم، اینال در داشت میبریم میمانیم و اینال بیاین که نکته رو براتون بگویم. داشت من در سر 250 مانده بودم که خوب گرم شوه. اینالی که میخوایم داخلش کپکیک بانیم درجهش کم میکنیم که در اعصاب آرام پخته شد در درجه کم که نسوزه. در وسطش میمانیم که پخته شد، چون این مقدارش کم است زود پخته میشه، در 20 دقیقه 15 20 دقیقه پخته میشه. این رو از اینجا پس میکنیم که ببینیم که رنگش از پیش ما تاریک نشه و همه که پخته شد میکشیم و دوباره پر میکنیم. خب عزیزای نازنین دیگه من یک دفعه دیگه هم خمیر کردم، خمیر کیک تیار کردم و پخته کردم. کیک ها رو پشت سر هم خیلی خوبش آمد. پتنوس اوله که اولادا خوردم دیگه باقیش اینجا ماندم که سرد شوه. سرد شده داخل از این دیشک پر کردم. اینال ای را سرش بسته میکنم و تا هر زمانی که دوست داشته باشم فریز میکنم، مثلا 2 ماه 3 ماه هیچ خراب نمیشه اصلا. و وقتی هم که لازم داشته باشم، هر چند تایی که لازم داشته باشم از اینجا ور میدارم، نیم ساعت یک ساعت پیشتر از وقتی که بخوایم استفاده کنم در روی میز آشپزخانه اینجا میمونم، یخهایش آب میشه و مثل روز اول تازه خوشمزه نرم میمونه. شما هم دیگه تیار کنین بخیر. یگان چیزای دیگه هم فریز کردنی مانده بخیر که ورده دیگه برنامه نشون میتم. امروز خسته شدم. اگه برنامه رو پیش از 8 بجا دیدین به خاطر اشتراک کردن در برنامه زومم برام در واتساپ پیام بمانین و اونجا همدیگر هم میتونیم ببینیم. و اگر میبینین که وقفه در برنامه ها میایه، علتش این است که دیگه من در ماه آخر هستم و خیلی تا بالا شدن سخت شده بر من دیگه. میال به شدت شکمم درد میکنه، پوستاش آزرده است و ای که در طفل اول من که سزارین شده بودم، اونم خط سزارین، جای سزارین هنوزم بعضی وقتا تیر میکشه، میسوزه، درد میکنه و ایده هر بار حاملگی تکرار میشه. و از اون طرفم کل کارا یوتیوب هم خودم تنها میکنم، فیلم گرفتنش، ادیت کردنش، همه کارش با منه. از اون خاطر وقتی که وقفه میایه علتش این است که کل کارش با منه و اگه من مصروف شوم کل چیز میمونه دیگه. عمر که نمیتونه در کار است و اگه در کارم نباشه ادیت کردن نمیتونه، چون که سر در نمیاره. کسی که فیلم میگیره با یک زبان دیگه صحبت میکنه بر از اون سخته دیگه. از اون خاطر دیگه کم ما و کرم شما نفسم هم که میبینین به شدت سوخته. دیگه یک ذره دور بریم گدوا چدیم، ظرف مرفا رو بوشیم جمع کنم، مشت کار نان میتم خوابتم شون و بشینم در جلسه. تشکر از شما عزیزای دل که مثل همیشه برنامه ما رو دوست داشتین، سعی کردین، منتظر کامنت های مقبول شما هستم. دیگه 4 هفته دیگه بخیر بیبی گکا، ان شاء الله که بخیر به دنیا میای بغل میگیریم و 4 روز دیگه مونده تا جشن تعیین جنسیت. دیگه انتظار به پایان میرسه، منتظر برنامه بخیر باشین. شب روزتان بخیر، مواظب خودتان خیلی باشین. خدافظ.